سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سید حسام حسینی هستم. امروز میخوام که تو هیچ استپ 5 دوره وب یا همون استپ نهایی دوره وب رو انجام بدم. امروز موضوعی که میخوام راجع به صحبت بکنم موضوع سرور و کلاینت و حالا ارتباط گیری بین این دوتا و همطور امنیتی که بینشون وجود داره صحبت بکنم. برای این کار، برای اینکه بتونم درست توضیح بدم، اومدم یک پروژه رو حالا خیلی ساده طراحی کردم که روی اون بتونم توضیح بدم و خانایی کار من یه خورده بالاتر بره. خب همینطور که میدونید، یک سایتی که ما بخوایم طراحی بکنیم یا یک برنامه‌ای که تحت وب بخوایم طراحی بکنیم دارای دو تا بخشه. بخش اولش اون بخش کلاینت هست که کاربری که داره اون سایت رو می‌بینه بخش کلاینت شامل میشه و بخش دومش بخش سرور هست. بخش کلاینت بخشی است که به کاربر قراره یه سری اطلاعات نمایش داده بشه و کاربر یه سری تصمیمات رو بگیره و به نسبت اون چیزی که داره می‌بینه یه سری درخواستایی رو از سایت داره یا برنامه ای ما داره. وقتی که درخواست خودش رو کاربر به اون سایت ما میده، این اطلاعات کجا میره و کجا پردازش میشه؟ این دقیقا همون بخشی است که پردازش اطلاعات باید توی سرور انجام بشه، اما ارسال کردن اطلاعات از سمت کلاینت به سرور و همینطور برعکسش از سمت سرور به کلاینت به شکل مستقیم نمیتونه انجام بشه. یعنی باید حتما یک رابطی این وسط باشه که بتونه این کار رو انجام بده. همین که کاربر مثلا این صفحه لاگینی که دارید میبینید، یک یوزرنیمی رو میخواد وارد بکنه و یک پسوردی رو وارد میکنه، موقعی که روی لاگین کلیک میکنه این یه سری اطلاعات، این یوزرنیم و پسورد باید درست بودنش و ولید بودنش باید ثابت بشه به سایت ما با اون برنامه‌ای که ما داریم. خب این تجزیه و تحلیل کردن این اطلاعات و درست بودن این یوزرنیم و پسورد کجا رخ میده؟ دقیقاً همون بخشی که میره توی سرور و این کار رو انجام میده. الان من اومدم یک یوزرنیم و یک پسورد غلطی رو دادم و وقتی روی لاگین کلیک میکنم میبینیم که اینجا داره به ما خطا میده، میگه که این یوزرنیم و پسورد غلطه. خب این رو از کجا متوجه شد؟ توی بخش سرور متوجه شد. و جالبه که ما نمیتونیم این سری اتفاقات رو بیاییم توی بخش کلاینت انجام بدیم. همینطور که میبینید مثلا داخل فایل اصلی من اومدم اینجا یک فایل JSی رو دادم. خب این فایل JS در اصل نمیتونه یه سری کارا رو انجام بده، مثل پردازش کردن اطلاعات مثلا توی دیتابیس. چون تو بخش کلاینت هست نمیتونه این کار رو انجام بده، پس باید بره داخل بخش سرور. حالا مشکلاتی هم که گفتم وجود داره برای ارتباط گیری بین سرور و کلاینت اینه که خب ما اطلاعات رو میخواییم جابجا بکنیم. موقعی که میخواییم اطلاعات رو بفرستیم سمت سرور باید چه کار انجام بدیم؟ یا همینطور موقعی که به سرور اطلاعات رسیده، تجزیه و تحلیل شده و میخواد پاسخ رو بفرسته سمت کلاینت، چجوری میخواد این کار رو انجام بده؟ من اول بخش سرور شروع میکنم. همینطور که میبینید اینجا ما یک فایل server.js داریم. من اومدم این رو به وسیله express.js پیاده سازی کردم. همینطور که میبینید ما مثلا حالا اینجا منظور از اپ همون سروریه که ساخته شده و میاد اینجا، من اومدم اینجا express.static که استفاده میکنیم، میایم مثلا یک فولدری رو برای فریمورک اکسپرس تعیین میکنیم، میگیم این فولدر یه سری فایل ها روش هست که ما بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. همینطور که میبینید این URL اصلی ما که میخواد سرور رو باز بکنه و صفحه اصلی رو به ما نشون بده در از هیچ دیتا آدرس اضافه تری نداره و یه اسلش خالی به حساب میاد. همینطور که میبینید اینجا اومده گت کرده این اسلش خالی رو، یعنی هر بار که بخوایم برنامه رو باز بکنیم میاد اینجا این رو دریافت میکنه. داخل این اتفاقی که میفته، میاد خب الان کلاینت ما اومد نوشت مثلا لوکال هاست مثلا تو پورت 2020 و هیچ آدرس دیگه یه وارد نکرد، به عبارتی داره همون اسلش رو وارد میکنه. خب یه جور درخواست حساب میشه به سمت سرور. وقتی سرور این رو میگیره اینجا گتش میکنه،
باید یک پاسخی رو بده. برای به عنوان برای پاسخ کردن میاد از دستور، اینجا ما یک پراپرتی داخل فانکشنمون داریم به، حالا من اینجا نوشتم RES که مخفف ریسپانس هست، میاد اینجا رندر میکنه یک فایلی رو. حالا اون فایل چیه؟ اون فایل ایندکس ما هست که میخواد این صفحه اینجا رو به ما نمایش بده. در اصل این برنامه‌ای که ما نوشتیم سینگل پیج اپلیکیشن هست که در همه این اتفاقات داره داخل یک فایل انجام میشه و حالا تغییراتی داخلش هست. حالا مثلا من بخوام یه مثلا قبلا یه اکانتی رو اضافه درست کردم که جفتشون مثلا یوزر پاسورشون هست. همونجوری که می‌بینید تا من لوگین کردم صفحه تغییر کرد بدون که فایل HTML هم تغییر بکنه، ولی خب صفحه هم تغییر کرد، یه سری اطلاعات جدیدی اومد. یا همینطور که وقتی من لاگ اوت می‌کنم میاد بیرون دوباره. خب این اتفاقات اینجوریه که میاد یک فایل رو رندر میکنه و میاره بالا. قبلش هم اومده مثلا فانکشن لود دی بی یا همون لود کردن دیتابیس رو فراخوانی کرده، این همون تجزیه تحلیلی که سرور داره انجام میده. بخش دیگه که مثلا وجود داره میاد مثلا آدرس لوگین رو گت میکنه، لوگات رو گت میکنه یا تمپ آدرس رو داره پست میکنه. به نسبت هر کدوم از این URL ها که داده میشه یه جور ریکوستی هستن به سمت سرور که سرور باید اینها رو دریافت بکنه، حالا با متدهای متفاوت خودش، یا گت بکنه یا پست بکنه. مثلا تو بخش لوگین ما وقتی میایم اینجا یوزرنیم و پسوردمون رو پر میکنیم، وقتی که کلمه کلید لوگین رو میزنیم این اطلاعات به عنوان یه ریکوستی به سمت سرور ارسال میشه. همینطور که میبینید اینجا اومده یوزر و پس رو گرفته. چجوری؟ اینجوری که اومده از دستور req.query استفاده کرده. این همونیه که میاد توی URLمون کوئری هایی که داخل URLمون هست رو خارج میکنه. حالا راجع به این توضیح میدم که دقیقا چجوری این اتفاق افتیده و ما به این شکل به یوزرنیم و پسوردمون دسترسی پیدا کردیم. میاد یه سری تجزیه تحلیل ها رو انجام میده، به نسبت یه سری تغییرات رو ایجاد میکنه داخل وریبل هایی که داخل سرور تعیین شدن و در نهایت میاد ریدایرکت میکنه دوباره همون آدرس اسلش رو، یعنی همین متد گت اصلی برنامه‌مون رو. خب حالا این اطلاعات جابجا کردن موقعی که میخواد اطلاعات از سمت سرور به کلاینت بره یه سری مشکلات وجود داره. یعنی این به این راحتی ها نیست که ما بتونیم سریع دیتا ها مثلا مقدار یک وریبل رو ارسال بکنیم به داخل سمت کلاینتمون، اما به یک صورت انجام میشه. اون هم اینه که من خودم حالا به شخصه توی این پروژه هایی که تا حالا باش بودیم داخل این دوره و درگیر شدم یه سری چیزها رو یاد گرفتم. یه نمونهش EJS است. EJS همون HTMLه با این تفاوت که برای طراحی صفحات داینامیک استفاده میشه. نمونهش رو بخوام نشون بدم همینجا، همینطور که میبینید من اومدم از دستورات جاواسکریپت داخل فایل HTML استفاده کردم. الان یک فایل HTMLه، اما همینطور در خط 18 همینطور که میبینید من اومدم نوشتم if حالا مثلا فلگ 3 یه کاری انجام بده. این چجوری انجام میشه؟ EJS دقیقا خوبی که داره همینه. میتونیم فایل های جاواسکریپت یا اون کد های جاواسکریپت رو بیاریم توی خود HTML به شکل داینامیک ازش استفاده بکنیم. حالا به چه شکل؟ همینطور که میبینین یه سینتکس خاص خودش رو داره. یک وقتی یه براکت رو باز میکنیم یک درصد هم بعدش میذاریم و تمام کدهای جاواسکریپت ما باید بین این سینتکسی که اینجوری هست، حالا کم دوستان میتونن برن راجبش خورده بخونن، تمام کدهای جاواسکریپت بین این سینتکسی که وجود داره قرار میگیره و میتونه این کار رو انجام بده. الان اتفاقی که داره تو خط 18 میفته میگه که اگر مثلا فلگ 3 که از جنس بولین هم هست اگر ترو بود بیا تگ این تگ پی یا همون یک پاراگرافی که وجود داره رو بیا برای ما ایجاد کن و نمایش بده. که حالا در ادامه میگم که چه اتفاقی افتاده که اینو داره نمایش میده. و در ادامه همون اطلاعاتی که میخواد توی پاراگراف نمایش بده چی هست، میایم از همین سینتکس، حالا این تفاوت که داره یک مساوی هم بهش اضافه شده، میاد مقداری که داخل وریبل یوزرنیم ذخیره شده و از سمت سرور ارسال میشه به کلاینت رو میاد اینجا به ما نمایش میده. خوبیه که EJS داره دقیقا همینه، یعنی انتقال دیتاها بین سرور و
کلاینت رو خیلی برای ما آسون کرده. حالا این اطلاعات چجوری ارسال میشن؟ موقعی که ما داریم اینجا یک فایل رو رندر میکنیم به سمت کلاینت، میاد اینجا در ادامه از ما وریبل های رو میخواد. مثلا من نوشتم فلگ دو نقطه is admin. is admin یک وریبلی داخل سرور ما خب که از جنس بولین هم هست، یعنی یا true یا false. اما فلگ چیزی هست که سمت کلاینت اون رو شناسایی میکنه، یعنی is admin هر مقداری باشه سمت کلاینت به اسم فلگ شناخته میشه و اونجا میشه ازش استفاده کرد. والا اتفاق خاص دیگه هم که اینجا افتاده. چیزی که میخواستم دوباره ادامه تر بگم اینه که ما چجوری میتونیم ریکوست ها رو بفرستیم. چندین روش وجود داره برای این که ما ریکوست هامون رو ارسال بکنیم به سمت سرور. یکی از حالتهایی که وجود داره اینه که ما بیایم از تگ A استفاده بکنیم، تگ A یا همون لینکی که وجود داره. در خط 23 همینطور که میبینید اینجا من اومدم بین تگ A یه سری چیزا قرار دادم که حالا میگم این چیو داره نمایش میده. هممون تا حالا شده که از URL های خارجی استفاده کردیم، یعنی مثلا یه آدرسی رو دادیم به لینکمون و وقتی روش کلیک کردیم صفحه رو عوض کرده و رفته تو اون آدرس خارجی. اما ما اینجا از آدرس های داخلی استفاده میکنیم. مثلا این تگ ای که وجود داره میاد اون آدرس لوگ اوت رو برای ما فراخوانی میکنه و در اصل اون ریکوستی که برای لوگ اوت هست رو ارسال میکنه سمت سرورمون. همینطور که میبینید سمت سرور اینجا وقتی لوگ اوت رو به عنوان ریکوست دریافت میکنه، میاد تمام اطلاعاتمون رو که بوده فالس میکنه. حالا یه سری اطلاعاتی هست که در ادامه میگم. یا مثلا تمپ آدرس، مثلا تمپ آدرس وقتی بهش برسه دریافت بکنه، جوابی که میخواد بده میاد تو صفحه کنسول میگه که مثلا ریکوست ما دریافت شد. حالا بریم مثلا توی چیز نشون بدیم. یک مدل دیگه هم هست که میتونیم ارسال بکنیم. یک تگی داخل HTML هست، اونم به اسم تگ فورم. تگ فرم اگه دقت کرده باشید یک اتریبیوتی داره به اسم اکشن. این اکشن دقیقا همون کار ریکوست ارسال کردن به سمت سرور رو داره. وقتی که شما میایید مثلا یک اینپوتی رو میذارید از جنس تکست، حالا میایم یه اسمی براش میذاریم، نیمش یوزر نیم هست و یکی دیگه مثلا از جنس پسورد هست، نیمش هم پسورد میذاریم. دقیقا این نیمی که اینجا براش میذاریم، نیمی که اینجا هست، همون کوئری هایی هست که در آینده میاد سمت سرور و دریافت میشه. همینطور که اینجا اومده ریکوست رو یک کوئری ازش گرفته و یوزر نیم رو دریافت کرده. همون نیمی که اونجا وارد کردیم، یکیش یوزر نیم بود و یکیش پسورد. دقیقاً همین این چیزایی است که اینجا وجود داره. میاد اینجا و موقع که مثلا یک باتنی براش گذاشتیم از جنس سابمیت، میاد وقتی رو اون کلیک سابمیت میکنه، این اطلاعات رو به عنوان یک کوئری داخل آدرس لوگین قرار میده و لوگین رو و این آدرس رو به عنوان ریکوست ارسال میکنه. همینطور که میبینید دوباره مثلا این پیغام خطایی که در اول نشون دادم، گفتم یوزرنیم و پسورد غلط هست، میاد میگه که اگر فلگ 4 ترو بود بیا این رو چاپ بکن، یعنی چاپ که نه، یعنی این تگ پی رو اضافه بکن اون انتهای صفحه لوگین ما که بگه یوزرنیم و پسورد غلطه. خب موقع این فلگ 4 ترو میشه که از سمت سرور یه سری تجزیه تحلیل‌ها بشه و بیاد و اینو نمایش بده. حالت دیگه ای که وجود داره به ارسال کردن ریکوست اینه که ما میایم از یک شیوه فانکشن نویسی استفاده میکنیم برای ارسال ریکوست. اما تفاوتی که این شیوه داره، همینطور که میبینید ما یک فانکشنی هست که از سینتکس آسنکرون رو در اولش میذاریم و یک متدی هم داخل همین فانکشن هست که به اسم فچ که میره این ریکوست رو ارسال میکنه و برمیگرده. همین هم باید سینتکس await در ابتدای کارش باشه. این await و آسنکرون نمایش اینه که برای این کار گذاشته میشه که اطلاعات تا موقعی که دریافت نشده متوقف نشه و همینطور اینجا ادامه بده به کار خودش و موقعی که کارش تو قسمت خط مثلا 3 تموم شد بره و ادامه کد رو بخونه. حالا ما اینجا مثلا همینطور که میبینید temp آدرس هست، من بخوام این فانکشن ازش یه تست بگیرم، temp آدرس ریکوستی است که اینجا میاد و اینجا temp آدرس ریکوستی است که در جواب میاد توی کنسول به ما میگه ریکوست ریسیوید. خب
من اومدم دا این کلید اینجا رو به عنوان همون کال کردن اون فانکشن من قرار دادم. موقعی که همینطور که میدنم من کنسولم رو اینجا باز کنم، میبینید در ادامهش اینجا چیزی نیست. وقتی که روی این کلیک میکنم، بذار من این تمام صفحش بکنم. خب میبینید الان اضافه‌ام شد. موقعی که روی این کلیک میکنیم این داره میره تو کنسول و یه سری اطلاعات رو نمایش میده. خب این نشون میده که الان اطلاعات به سمت سرور ارسال شد و جواب هم به نسبت گرفته شد. حالا روش دیگه هم که گفتم میتونیم از فرم استفاده بکنیم. میایم اینجا و از مثلا اینجا همون فرمو دارم پر میکنم. یوزرنیم ادمینه، پسورد ادمینه، چیزی هم هست که ولید هست. لوگین رو میزنیم. اینجا فکر کنم که من باید سرورم رو یه بار خارج بشم. مثلا حالا یک اکانت دیگه که مال خودمه و از جنس ادمینم هست. همونطور که میبینید بخش ادمین یه سری آیتم های اضافه تری داره. خب این رو از کجا متوجه میشه؟ همونه که میاد اینجا موقعی که شما لوگین میکنید میاد یه سری اطلاع یوزرنیم و پسورد رو میگیره. دیتابیسی هم که رفته اونجا خونده میاد توی در نهایت میاد تو وریبل دیتا ذخیره میشه، از جنس فایل جیسون هم هست. میاد اینجا یوزرنیم رو میگیره داخل فایل جیسون، چک میکنه پسوردش رو و در نهایت میاد چک میکنه که آیا ادمین هست یا نه. بخوام دیتابیس هم رو نشون میدم، دیتابیس هم چیزی به این شکله، یوزرنیم اینجا ذخیره میشه، پسورد اینجا و اینکه آیا ادمین هست یا نه اینجا نمایش داده میشه و به این شکل ذخیره میشه. میاد اینجا چک میکنه که آیا ادمین هست یا نه و یه سری فلکا رو میاد اینجا برای ما ترو میکنه و در نهایت میاد دوباره ریدایرکت میکنه اون فایل اصلیمون رو. حالا بریم بخوایم راجع به بخش امنیت این قضیه صحبت بکنیم. میشه گفت که خب الان روش سیفی نیست، این روشی که الان من استفاده کردم زیاد روش سیف و ایمنی نیست. چرا؟ چون که توی بخش سرورم تو قسمتی که داره دیتابیس اطلاعات تو اونجا ذخیره میشه پسورد به شکل کاملا همین واضح و خود همون پسوردی که وجود داره داره نمایش داده میشه. یا همین بخشی که ما میخوایم اینجا یوزرنیم و پسورد رو وارد بکنیم و ارسالش بکنیم به شکل کاملا واضح داره به کاربر نمایش داره. یعنی حالا اون شخصی که میخواد مثلا هک بکنه و یا حمله بکنه به برنامه یا سایت ما میاد اون رو میبینه و قشنگ میبینه که داری چه پسوردی وارد میکنی، یا اگه دسترسی به دیتابیس پیدا بکنه میفهمه که داریم چه پسوردی رو وارد میکنیم. برای این کار بهتره که ما بیایم از الگوریتم‌های مختلف رمزنگاری استفاده بکنیم. مثلا معمول‌ترین حالتی که برای این کار برای امنیت رمزها بین کلاینت و سرور استفاده میکنه از هش فانکشن ها است. مثلا هش فانکشن SHA 256 هست، MD5 هست و حالا مدل های مختلف میان استفاده میکنن به این صورت که مثلا این پسورد ما که ادمین هست یا این پسورد که 4 تا 0 هست رو میدیم به هش فانکشنمون و در خروجیش یک خروجی یک تایی مختص به همین 4 تا 0 رو میگیریم. یعنی شما اگر همیشه 4 تا 0 رو به این تابه بدی همیشه یک خروجی با که مختلط از حروف، سیمبل ها، عدد ها، چیزهای مختلف هست به ما میده. ما میایم اونجا موقعی که میخواد کاربر اینجا پسورد رو وارد بکنه خود پسورد رو ارسال نمیکنیم، بلکه میایم میدیم به هش فانکشن و اون هشی که داره رو ارسال میکنیم به سمت سرور. و موقعی هم تو دیتابیسمون نمیایم انقدر واضح این دیتا رو بیایم ذخیره بکنیم، میایم هش شده اون پسورد رو اینجا ذخیره میکنیم و اگر دوتا هش با همدیگه برابر باشن این دستور به اون اجازه رو میده که کاربر وصل بشه و اگر برابر نباشن یعنی که این پسورد رو اشتباه وارد کرده، چرا که گفتیم هش فانکشن ها خروجی های یکتا میدن. روش دیگه ای هم که وجود داره برای رمزنگاری RSA هست. RSA خب خیلی قوی تره، خب به نسبت پیاده سازی پیچیده تری هم داره برای امنیتش. دو تا کلید داره، یک کلید عمومی داره، یک کلید خصوصی داره که حالا پیاده سازیش یکم کار میبره.
که اگر بخوای بیشتر بدونید میتونید راجع به سرچ بکنید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و اومدید. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.